مبحث در عین اول و در قسمت مربوط به مرگ و حیات و زندگی و دوزخ و برزخ و بهشت است. جلسه قبل به تفصیل راجع به بحث خلق مدام سخن گفتیم و بحث کردیم که از نظر عرفا جهان هر لحظه نابود می شود، از بین می رود، می میرد و هر لحظه به حیاتی دیگر زنده می شود و دوباره حیات خود رو باز می یابد. اما این مردن و زنده شدن آنچنان سریع اتفاق می افتد که غالبا ما به آن توجه نمی کنیم و آن از تخیلات ذهنی ما دور است. به آن خلع و لبس گفتند. خلع یعنی خلع وجود و لبس یعنی لبس وجود. خلع و لبس یعنی اینکه انسان خلع از وجود هستی می شود، وجود خود را از دست می دهد و بلافاصله لبس اتفاق می افتد و دوباره لباس حیات و زندگی در می پوشد. و همین اتفاق همواره و به شدت در همه آنات و دقائق و ساعات و ایام و دهور و همه روزگاران در همه جهانها، اهم از جهانهای موازی و همه جهانهایی که انسانها بیان کردند، در همه آن 18,000 عالمی که عرفای ما بیان داشتند و تعداد عالمهای موجود در این جهان رو غالباً 18,000 عالم بیان داشتند و این بسیار امر مهم و اساسی است. راجع به آن سخن گفتیم و تعبیراتی که وجود داشته است و مواردی که در این خصوص خدمتتان عرض شد، هم مباحث فلسفی و هم مباحث کلامی به تفصیل در جلسه قبل خدمتتان ارائه شد. عرفا گفتند که خداوند دو صفت دارد، صفات جلالی و صفات جمالی. صفات جلالی الهیه باعث خلع می شود و صفات جمالیه حضرت حق باعث لبس می شود و همچنان فساد و کون هست، یا کون و فساد است، که کون یعنی هستی و فساد یعنی تباهی و از بین رفتن همان هستی. از این جهت به این مسئله هم پرداختیم و به آیه قرآن هم اشاره شد که بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکه اینان در لباس جدید و در خلق جدید هستند و یک پوشش جدیدی به دست می آورند. مثالی زدیم از دنیای فعلی و از اینکه ما وقتی یک لامپ رو می بینیم، یک لامپی که با جریان متناوب روشن می شود، گفتن که این لامپ وقتی که همیشه روشن است و معمولا با فلز تنگستن از اینها استفاده می شود و همین لامپ های زردی که همه دیده ایم و می شناسیم، می گویند که در هر لحظه، در هر ثانیه 50 الی 60 بار این لامپ خاموش می شود، این جریان متناوب قطع می شود و دوباره وصل می شود. بسته به وضعیتی که برق در کشورهای مختلف دارد، این 50 یا 60 بار روشن و خاموش شدن در یک لحظه اتفاق می افتد. وقتی که ما به آن لامپ نگاه می کنیم، او رو همیشه روشن می بینیم. اما حقیقت قصه این است که در آن یک ثانیه که من به آن نگریستم، این لامپ 60 بار خاموش شده است و 60 بار روشن شده است.
و این توجه رو ما نداریم. یا در مورد فیلم هایی که قدیم می ساختند و عکس ها و تصویر هایی که در کنار هم می نهادند، عکس هایی که انسان ها و یا حیواناتی که ثابت بودند، این عکس ها رو وقتی در کنار هم می گذارند و پی در پی و پشت سر هم نمایش می دهند، یک تلقی خاصی در ما ایجاد می شود که آن حرکت احساس می کنیم. و در کودکی همه حتما چنین کاری کرده اید، ما که انجام می دادیم در گوشه کتاب های من و شکلک هایی می کشیدیم و وقتی اینها رو به شکل خاص ورق می زدیم، یک انیمیشن برای خودمان در گوشه هر کتاب می ساختیم. و اینها اگر ما همه اینها رو توجه بکنیم، می بینیم که اینها هر کدام یک تصویر بیروح هست و یک تصویر مرده هست، ولی وقتی که این پی در پی می آید به یک زندگی می رسد و یک حرکت رو ما در آنجا مشاهده می کنیم. این البته مثال های بسیار ناقصی است، اما برای تقریب به ذهن است. از این جهت این جهان هر لحظه در حال خلق مدام است، مدامن و مداومتن و دائما این جهان خلق می شود. جهان قبلی کاملا از بین می رود و جهان جدید با شرایط خاص و شرایط جدید ایجاد می شود. منتها ما چون عادت کرده ایم و این سیرورت رو آنچنان سریع است که درک نمی کنیم، بنابراین فکر می کنیم که ما به همین منوال حضور داشته ایم و وجود داشته ایم. در حالی که از زمانی که ما در این جلسه قدم گذاشته ایم و در این جلسه حضور یافته ایم، هزاران بار ما مرده ایم و زنده شده ایم و این خلع و لبس بر روح ما، بر جسم ما و بر همه اوضاع و احوالی که در اینجا هست، بر همه مولکول ها و سلول های وجود ما و همه اتم هایی که در این فضا وجود دارد و همه این اشیایی که در دور و بر ما هستند، همه اینها به این ترتیب مرده و زنده شدند. این اضمحلال تعینات است که وقتی که این تعینات مضمحل می شود، از بین می رود، یک وجود جدید و یک حالت جدید به وجود می آید و رحمانیت الهی موجب می شود که این آنچه از بین رفته و منسلخ شده به وجود بیاید و قهر الهی موجب می شود که آنچه به وجود آمده است به قهقرا رود و به مرگ بپیوندد. و دوباره چون رحمت خداوند بر قهر او غلبه دارد، از این جهت زندگی ما بر مرگ ما غلبه دارد و ما با اینکه می میریم و زنده می شویم، هر آنی زنده و مرده هستیم، اما ما بیشتر زندگی احساس می کنیم و به خاطر همین است که خداوند رحمتش و رحمانیتش بر قهر و قهاریتش غلبه دارد و خداوند زندگی رو به ما بیشتر می دهد تا مرگ. در ادامه این مبحث می فرماید که قال الله تعالی و ما امر الساعه الا کلمه البصر او هو اقرب. و خداوند در قرآن می فرماید که نیست امر ساعت، امر قیامت، ساعت از سعایسعی هست. سعا یعنی سعی کرد، حرکت کرد، و آن چیزی که پیوسته در حال حرکت باشد و پیوسته در حال کوشش باشد و لحظه ای از تکاپو باز نیستد، این رو به تعبیر به سعی میکنند. میگن فلان کس انسان سعی است، انسان کوشا هست، او سعی میکند، یعنی همواره میخواهد به آن مقصدی که دارد برسد. این جهان هم در حقیقت چنین است. این جهان هم از نظر سنن الهیه چنان نهاده شده است و چنان تنظیم شده است که به سوی تکاملی که خداوند برای او مقرر کرده است هر لحظه پیش می‌رود و لحظه‌ای از این سعی و تلاش و رفتن و پویش و جوشش و کوشش باز نمی‌ایستد. همواره در حرکت است.
همچنان که از کوچکترین ها که الکترون ها و آنچه که کوچکتر از آنها هستند دائم در حال حرکتند و هیچ الکترونی رو شما مشاهده نمی کنید که ناگهان ایستاده باشد بلکه همیشه در سعی و تلاش است، همچنان که همه اجسام جهان و همه اتم ها و مولکول ها در حال لرزشند و در حال حرکتند و هیچ چیز بی حرکتی در جهان وجود ندارد و زمانی که متعاقب این حرکت به ذهن ما خطور می کند و در ذهن ما دریافت و ادراک می شود، همه نشان از حرکت دارد و حرکت نشان از زندگی دارد و حیات دارد و از این جهت است که هر چه در جهان است همه در حال حرکتند. ممکن است بعضی حرکتشان بطئی باشد، بطیع باشد، درونی باشد، آرام باشد و ممکن است که حرکتش سریع باشد، اما در هر صورت هر حرکتی که باشد نسبت به حرکات دیگر ممکن است که سرعت یا کهولت داشته باشد. و البته این رو هم بیان کرده اند و مسئله مهمی هم در این خصوص بیان شده است از جانب دانشمندان فیزیکدان و قانون دوم و سوم ترمودینامیک که سالیان دهه های قبل کشف شده است و مطرح شده است، این قضیه رو اکنون به اثبات می رساند. یک قاعده و قانون کلی است که قاعده آنتروپی یا کهولت هست که وقتی که در یک سیستم، اگر یک سیستمی به حال خود رها شود و این سیستم در حالت خاص در دمای مشخص با حرکات مشخص و یک سیستم بسته باشد، این اگر در این سیستم حرکتی وجود دارد، این حرکت محکوم به سکون است، این حرکت محکوم به ایستایی است و هر زندگی که در جهان است البته محکوم به مرگ است و این یک اصل پذیرفته شده زیست شناسانه و اصل پذیرفته شده فیزیکی قبل از آن است. یعنی اینکه جهان هر لحظه دارد به سمت کهولت و پیری می رود، جهان هر لحظه به سمت نابودی می رود و این یک اصل کلی است، چون هر جریانی و هر حرکتی، هر شیئی که دارد حرکت می کند، حتی اگر در خلأ هم باشد، اگر به او قدرت جدیدی داده نشود و قوه جدیدی بر او وارد نشود و نیروی جدیدی، نیروی فیزیکی جدیدی بر او وارد نشود، این نیرو کم کم به معکوس خود تبدیل خواهد شد و این نیرو از بین خواهد رفت. این یک اصل مسلم است که چندین دهه پیش توسط فیزیکدانان ما این بررسی شده است و جزء مقبولات است و اون قوانین ترمودینامیک و قوانین خاصی که در این مورد وجود داشته است همه شما مستثر هستید و آگاهی دارید. این همان بحث است در همین جهان، در این جهان هم چون این اتفاقی می افتد، یعنی اینکه این جهان هر لحظه دارد به سمت خاموشی و نابودی حرکت می کند، پس چرا نابود نمی شود؟ پس چرا از بین نمی رود؟ ما که می دانیم این جهان همیشه به سمت نیستی و نابودی حرکت خواهد کرد، چرا هستی او را ما درک می کنیم؟ چرا او را می شناسیم و می بینیم؟ از این جهت است که هر لحظه زندگی جدید و هر لحظه حیات جدید بر او دمیده می شود، هر لحظه نیروی جدیدی بر این دستگاه علاوه می شود و اضافه می شود و باعث می شود که این حرکت همچنان ادامه پیدا کند. مانند یک هواپیما که اگر حرکت موتور او نباشد بالاخره از ارتفاعش کم خواهد شد و سقوط خواهد کرد، اما یک موتوری لازم است، موتور محرکی لازم است که او را در همان سطح مثلا چند ده هزار پایی همچنان حرکت دهد. اگر این موتور خاموش شود این نابود خواهد شد و سقوط خواهد کرد. همه حرکت ها چنین هستند، حرکت هایی که در زایش و رویش و خیزش هست هم چنین هستند، همه حرکت هایی که در برآمدن یک گیاه از
زمین و از خاک دخالت دارند همان حالت رو دارد. همه آن چیزی که در آفرین شدن یک حیوان هست همان حالت رو دارند و همچنان در مورد انسان و اشیاء دیگر. این رو تعبیر به ساعت کرده اند. ساعت بسیار مسئله جالبی است. همین که ما میگیم یک ساعت، دو ساعت هم همین است. این رو از آن گرفتن، چون آن ساعت همیشه در گذر است، همیشه در حال حرکت است و ما هرگز ساعتی رو ساکن نمیبینیم. روز قیامت رو هم به اعتباری ساعت گفتند، چرا که آن روز قیامت هم در حقیقت صور کلیه مرتسمه هست از این جهان. این جهان میبایست که نهایتاً به معادی منتهی شود. هر مبدعی میبایست به منتهایی برسد. هر حرکتی وقتی شروع میشود باید این حرکت به نهایتی برسد و این یک اصل مسلم است. نمیشود یک حرکت تا بی نهایت، تا آنجا که مربوط به فراتر از زمان و مکان است ادامه پیدا کند، بلکه این حرکت وقتی ادامه می‌یابد لازم است و لاجرم در یک جای این حرکت به سکون تبدیل خواهد شد. هر آغازی پایانی دارد و انتهایی دارد و این یک امر مسلم است و این رو جهان به ما آموزش داده است. جهان با همه آن فراوانی‌هایش به ما آموزش داده است که بدانیم هر چیزی نهایتی دارد، هر چیزی که آغاز می شود لاجرم باید پایان پذیرد، وگرنه آغاز مفهومی ندارد. اگر چیزی قرار باشد که پایان نپذیرد، آن وقت آغاز کردن آن از نظر فلسفی و از نظر عقلانی اصلا مفهومی ندارد. انسان می خواهد از جایی به جایی برود، اگر آن مقصد نباشد این مبدأ به چه دردی می خورد؟ من وقتی که مقصدی نباشد، من وقتی که میخواهم جایی بروم آن مقصد وجود نداشته باشد، حرکتی وجود نخواهد داشت. من بخواهم از این طرف سالن به آن طرف سالن بروم، مبدع من اینجا باشد و مقصد من انتهای سالن، این لاجرم باید یک مبدعی وجود داشته باشد و یک مقصدی، و اگر مقصد نباشد مبدعی هم نیست، مبدع حرکتی وجود ندارد. مثل اینکه ما تصور کنیم چیزی ساکن است و چیزی که ساکن است، چیزی که حرکت نمی کند، نه مبدع دارد و نه مقصد دارد. وقتی مبدع مفهوم پیدا می کند از دیدگاه فلسفی که برای او مقصدی در نظر بگیریم، وقتی یک غایتی، یک هدف کلی برای چیزی در نظر نگیریم، ابتدای آن البته بی‌معنی خواهد بود و این بی‌معنی بودن رو ما همه کاملا درک می‌کنیم. از چهار علتی که فلاسفه گفتن، یکی هم علت غایی است. فلاسفه علت رو به چهار قسم تقسیم کرده اند. گفتند علت مادی هست. علت مادی یعنی ماده‌ای که آن معلول به واسطه آن علت ماده به وجود آمده است. در مورد یک میز مثلا علت مادی چوب میز است و آن مصالحی است که آن میز از آن ساخته شده است. علت سوری یعنی علتی که صورت آن ماده رو تعیین می کند. آن ماده به صورت و به شکل معینی در می آید. همچنان که اگر ما یک سطح مستوی داشته باشیم و سه پایه، چهار پایه یا بیشتر داشته باشد، ما به آن میز تلقی می‌کنیم و به آن می‌گوییم میز. این صورت آن است و علت سوری آن است که موجب می‌شود میز تحقق پیدا کند. اگر ماده این میز تحقق پیدا نکند، اگر این چوب‌ها نباشد، میزی نخواهد بود. و اگر صورت معینه‌ای برای این علت سوری وجود نداشته باشد، باز هم معین نخواهد بود و میز وجود نخواهد داشت. علت سوم علت فاعلی هست. علت فاعلیه یعنی یک نجاری لازم است، یک سازنده‌ای لازم است که بیاید این چوب رو
به صورت خاصی درآورد، هم از علت مادی هم از علت صوری بهره ببرد و با علت مادی با علت فاعلی خود این علت مادی و صوری رو به هم نزدیک کند و یک چیزی به وجود بیاورد. چهارمین علت که مهمتر از همه اینها هست، علت غایی هست. علت غایی یعنی علت نهایی. همه آن علتی که این سه علت دیگر، علت مادی و صوری و فاعلی، برای آن جمع شده اند و آن همان علت و دلیل استفاده کردن است که این میز برای چیست؟ غایت این میز و نهایت این میز بعد از اینکه این ماده و صورت و فاعلیت فراهم شد، هدفش چیست؟ چه باید با این میز کرد؟ مثال دیگر، لباس. پارچه علت مادی است. شکل لباس که کت شلوار است، مانتو هست یا پیراهن است یا هر چیز دیگر، آن علت صوریش هست و آن خیاط و آن دوزنده و بافنده علت فاعلی آن است و علت غایی آن پوشاندن بدن است و حفاظت از گرما و سرما و موارد دیگر. اینکه انسان اگر به همین غایات توجه کند، بداند که این لباس برای پوز دادن به دیگران نیست، این خانه ها برای سکونت است. علت غایی یک خانه این است که انسان در آنجا آسایش و آرامش داشته باشد. این نیست که با آن به دیگران تفاخر کند و تبختر خود را بیفزاید. بنابراین انسان اگر در همه چیزی که در اطراف او وجود دارد دقت کند و بالاخص در وجود خود دقت کند، این علت مادی و صوری و فاعلی و غایی رو تشخیص می‌تواند بدهد. و همین که گفتن هدف از خلقت انسان چیست؟ همین است. صورت انسان همین شکل است. دو چشم دارد، یک بینی دارد، یک دهان دارد، گردن و سر و دست و پا، به چیزی که ما وقتی از دور هم ببینیم این شرط رو می‌گوییم که این یک بشر است. این بشریت، علت صوری. علت مادیش چی هست؟ علت مادیش که آب است، بیشتر از همه آب است و چربی و پروتئین ها و خیلی از موادی که بدن انسان از آن ساخته شده است و همه میدانیم. علت فاعلی آن چیست؟ خب ما علت فاعلی آن رو از یک جهت خدا میدانیم، از جهت دیگر توسط توالد و تناسلی که اتفاق می افتد و از طریق پدر و مادر این بشر به وجود می آید، یا اکنون در آزمایشگاه ها و در لابراتوار ها انسان هایی رو به وجود می آورند، اینها هم همان علت فاعلی انسان است. خب حال علت غایی انسان چیست؟ انسان غایتاً و نهایتاً برای چه به وجود می آید؟ این همه ظرافت ها رو خداوند و طبیعت برای چه به کار برده است در وجود شگفت و عجیب انسان؟ برای چیست؟ هر کسی چیزی به آن گفتند و هر کسی جوابی به علت غایی انسان گفتند. یک عده گفتند که او باید عبادت کند و علت غایی وجود بشر عبادت خداوند است. یک عده گفتند نه، علت غایی عبودیت خداوند است. یک عده گفتن علت غایی او تعقل و تفکر و اندیشیدن اوست، انسان آمده است که بیاندیشد. یک عده گفتن ناطق بودن اوست، یک عده گفتند صانع بودن اوست و ساختن اوست. اشخاصی مثل مارکس گفتند که انسان حیوان تولید کننده و علت غایی انسان تولید کنندگی او هست، چون بر اساس روش های ماتریالیسم اینها بیان میکنن که انسان هیچ چیز عمیق درونی روحی ندارد، بلکه آنچه که هست برای آسایش و آرامش او هست و انسان بایستی بهتر بسازد تا بهتر زندگی بکند و موارد دیگری که فراوان به آنها پرداخته شده است. این ساعت دقیقاً در همه وجود جهان و در همه جاهای جهان ساری و جاری است. این ساعت یعنی همان قیامت، همان مبدعی که یک جا آغاز شده است،
آن خلقتی بوده است که خداوند آغاز جهان رو خلق کرد، این جهان رو آفرید به این شکل و بعد هم این جهان رو به مبدأ و منتهای به مقصد و منتهای خود خواهد رسانید و قیامت در حقیقت تمامی آنها را پوشش خواهد داد. مبدأ و معاد از اینجا مفهوم میگیرد و معاد یعنی انسان عود میکند، بر میگردد به سوی خداوند. از یک جایی از بدعه مبدأ از جایی شروع کرده است و به جایی پایان میپذیرد و عود میکند و بر میگردد. و خیلی زیباست که قرآن میفرماید و ما امر الساعه الا کلمح البصر، امر ساعت نیست مگر لمح بصر. بصر یعنی چشم، یعنی یک بار پایین آوردن پلک و بالا آوردن پلک، یک چشم زدن است. امر ساعت کار این قیامت یک چشم برهم زدن است، او هو اقرب، یا اینکه از آن هم نزدیکتر است. و گفتن که انسان وقتی که میخواهد بمیرد، اگر از او بپرسی که چه گذشت، این 80 سال عمرت، 60 سال عمرت چگونه گذشت، میگوید که کلمح البصر، یک چشم برهم زدنی بود، آنچه که آمدیم و در این جهان بودیم حتی به اندازه یک چشم برهم زدنی هم نبود، خیلی سریع گذشت و همه اینها اتفاق میافتد. و فی الواقع بینندگان مناظر تحقیق که دیده دل به کحل الجواهر ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، منور است از این حالت، نیک با خبرند و پیر معنوی در خزانه مثنوی جوهری چند از این صد رشته در رشته نظم و بیان کشیده و میفرماید. خب میفرماید که این کسانی که دنبال تحقیق هستند، تحقیق از حق میاد، یعنی به دنبال حقیقت کردن حق هستند، به دنبال حقانی کردن حق هستند. تحقیق یعنی این، تحقیق یعنی این که انسان حقیقت رو تحقیق کنه، حق رو با خود حق بشناسد، حق رو حقیقتاً درک بکند که حق چیست. آن منظره های تحقیق و دنبال حقیقت رفتن رو با سرمه چشمی که جوهر است بر چشم وجود انسان و بر چشم روح انسان، که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، روایت خیلی مشهوری است که مولانا در مثنوی شاید ده ها بیت راجع به این کلمه زیبا دارد. سخن از حضرت رسول صلوات الله علیه است که میفرماید ای مردم بدانید که ان لربکم، همانا برای رب شما پروردگار شما، فی ایام دهرکم، در ایام روزگار شما، نفحاتون، خداوند در این روزگار شما و در این زندگی شما نفحه هایی دارد. ما یک نفحه داریم، یک نفخه داریم که در عربی این اتفاق می افتد. وقتی که مثلا از نفحه هست، یک بار از نفخه، خا چون نقطه دارد یک مقدار غلیظ‌تر است نسبت به نفحه و معانیش هم فرق می کند و با هم دیگر متفاوت است. همه این کلماتی که هست غالبا دو نوع و سه نوع دارند و با تغییری که در کلمات مشابه وجود دارد این مشخص می شود. مثلا هربه با هربه، مثلا های حتی های حوز، خب هربه با های حوز یعنی گریخت، هربه یعنی جنگ کرد، اما در جنگ کردن هم یک مقدار گریز وجود دارد و اینها از لحاظ معنایی با هم دیگر نزدیک هستند و می توان بنا به درکی که از ادبیات عرب داشته باشیم، آن وقت می توانیم که این مسائل رو خیلی راحت تر تفسیر کنیم. نفح یعنی دمیدن، منتها به شکل غیر مادی. نفخ ولی دمیدن به شکل مادی، یعنی کسی در مثلا در بادکنک میدمد، این رو بهش میگن نفخ. و
این باد معمول که وجود دارد این با نفخ گفته می‌شد، اما آن نسیم عارفانه، آن نسیم عاشقانه با نفخ گفته می‌شود. نفحات، نفحات یعنی نفحه ها، یعنی نفس‌ها، دم‌ها. خداوند در این جهان دم‌هایی دارد، نفس‌هایی دارد که چه می‌شود؟ آن دم‌ها و نفس‌ها هر لحظه به جان مرده این جهان میدمد و او را زنده میکند. همچنان که حضرت عیسی علیه السلام بر مردگان میدمید و نفخه داشت بر مردگان و آنان را زنده میکرد، آن نفاه کل و آن دمنده کل، آن صاحب ناغور کل، آن خداوند مطلق، او هر لحظه بر این جهان میدمد، آن نفحه خود را بر این جهان میدمد. بعد از اینکه این جهان نابود شد، دوباره بود می شود و دوباره نابود می شود و دوباره به بودن می رسد و این نفحه هست و این هر لحظه دمیدن خداوند است که این جهان رو دوباره می آفریند و از مردگی بیرون می کشد. الا فتعرضوا بها، می فرماید که در همه زندگی شما، در این جهان شما هر لحظه نفحه‌ای است، دمی الهی وجود دارد. الا آگاه باشید، تعرض کنید به آن، اون دم رو دریابید، اون دم رو احساس بکنید و بفهمید. این دمی که وجود دارد، نفسی که وجود دارد، این رو در درون خود ادراک کنید. یک مثال بزنم برای این دم غنیمت شمردن. همین گفتن که دم را غنیمت بشمارید، هم یعنی زمان را غنیمت بشمارید، دم به معنای تکه‌ای از زمان و هم به معنای آن دمیدن خداوند است. همین نفس، مثلا انسان پدری داشته باشد و این پدر رو خدای نکرده از دست بدهد، آیا حاضر است که خیلی چیزها را بدهد تا نفس پدر رو دوباره درک بکند و آن نفحات پدر رو در خود بیابد؟ خب معلوم است که خیلی تمایل دارد. یا خدای نکرده مادر کسی از دنیا رفته است، کسی از عزیزانش از دنیا رفته باشد، آن دم غنیمت شمردن نفحه اینجا مفهوم دارد. میگوید ای کاش قدر آن زمان رو میدانستم و وقتی پدرم زنده بود از او بیشتر بهره می بردم، مادرم زنده بود بیشتر به او خدمت می کردم، اگر کسان دیگری بودند بیشتر در حضورشان بودم. و این همیشه یک حسرتی رو بر انسان بار می کند. از این جهت است که این دم غنیمت شمردن و نفحات الهیه رو شمردن و به آن متعرض شدن و در عرض آن قرار گرفتن بسیار توصیه شده است. و گفتند در بهار و تابستان خود رو از باد بهاری نپوشانید و خود رو از باد بهاری کنار نکشید که آن باد بهاری در درون خود احیایی دارد. خب پیر معنوی در خزانه مثنوی چند گوهر و جواهر عظیم در این مورد رو به سلک نظم بیان کشیده است، به رشته بیان کشیده است و می‌فرماید هر نفس نو می‌شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. همه اینها رو توضیح داده این، من دیگر سریع رد می‌شوم. هر نفس نو می‌شود دنیا و ما، هم ما نو می‌شویم و هم دنیا نو می‌شود. هر نفس، هر نفس بی خبر از نو شدن اندر بقا، در حالی که در بقا هستیم اما از نو شدن خود بی خبریم. عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. خب یک مثالی می زند، میگه اگر شما نمی توانید درک کنید که چگونه شما نو نو زنده می شوید، نو نو زندگی می کنید، به جوی آب نگاه کنید. اگر شما به جوی آب نگاه کنید، هر لحظه در آن مبدعی که به آن جو نگاه می کنید، هر لحظه آن تازه هست یا نیست؟ البته که تازه است. یعنی یک باکس از آب که ثانیه
و کسی از ثانیه در آنجا بود دیگر پایین تر رفته و در آنجا نیست. آب دیگری هست که می آید. ولی ما وقتی که می بینیم، نگاه می کنیم، می بینیم که این رودخانه پابرجاست. سال قبل هم رفته ایم در کنار رودخانه ای، اکنون هم می رویم، باز می بینیم پابرجاست. 20 سال قبل هم رفته ایم، باز می بینیم پابرجاست. این نشانه این است که رودخانه پابرجاست. اما آن آبها غیر از آن آبهای 20 سال، 10 سال، حتی یک دقیقه پیش هستند. اینها گذشتند. این جهان ما همچنین است. ما وقتی کسی را میبینیم میگیم که من 20 سال است این شخص را میشناسم، 10 سال است این شخص را میشناسم. آیا آن همان شخص است؟ نه، البته همه سلولهایش عوض شده است. دانشمندان میگویند انسان هر 7 سال کل سلولهای بدنش عوض میشود و اون 7 سال هم همون نورونهای عصبی است که خیلی بطئی این تغییر و تحول در آنها به وجود میاد. پوست ما هر لحظه روزانه و هفتگی عوض می شود و پوست عوض می کنیم. می گویند کلیه های ما هر 4 ماه و نیم یک بار عوض می شود. یک کلیه کلن تمامی سلول هایی که دارد عوض می شود. یا یک قلب 9 ماه طول می کشد تا همه سلول های اون عوض می شود و همه سلول هاش جدید است و قسمت های دیگر بدن ما که با آن سر و کار دارد. این که این همان آدم نیست، ولی بعد از 7 سال که تمامی سلول های بدن او، کلیه او چندین و چندین بار عوض شده است، قلب او، چشم او، دستان او، پوست او، موی او، اینها که اینقدر عوض شده است، ولی ما وقتی میبینیم میگوییم که من 10 سال پیش این شخص را دیدم. همان جو هست، همان جویبار است. او بسیار عوض شده است و هر لحظه نفحه های خداوندی بر او آمده است، اما من آن رو نمی بینم. چه چیزی است که در جان رودخانه می آید تا او را حرکت بدهد؟ همان است که در جان انسان می آید و روح انسان رو همواره زنده نگه می دارد و این روح است که هر لحظه ما رو به زندگی فرا می خواند و ما رو به زندگی می کشاند. عمر همچون جوی نو نو، عمر ما هم همچنین است. میبینیم فلان کس هنوز زنده است. خب زنده است، عمر دارد. چرا؟ چون نو نو رسیده است. آن نفحه رحمانی هر لحظه بر او وارد شده است. مستمری می نماید در جسد. در جسد این استمرار پیدا می کند و این باقی می ماند. شاخ آتش به جنبانی بساز، در نظر آتش نماید بس دراز. میگه یک شاخه ای رو که مثلا سرخ شده باشد، نوک آن مثلا چوبی باشد که نوک آن سرخ شده باشد، اگر شما این رو خیلی سریع در یک خط حرکت بدهید، وقتی کسی از بیرون می آید یک خط آتش رو ملاحظه می کند، در حالی که یک خط نیست و این توالی و تناوب های فراوان است. جلسه قبل هم مثال های کامل رو از این، از علم هندسه و علم ریاضیات عرض کردیم. این که این پیوسته همراه می شود هم همین قصه رو دارد. یا وقتی که شما یک آتشی رو می چرخانید و جواله می کنید، این وقتی حرکت می کند یک دایره به نظر شما می رسد، در حالی که شما می دانید هر قسمت از این یک شیء نورانی است که وقتی اینها جمعی هستند و در کنار هم هستند و پی در پی و پشت سر هم در می آیند، در آن صورت ما احساس می کنیم که یک دایره وجود دارد. مثل همین است مستمری عمر ما که در این جهان هست. این درازی مدت از تیزی سون می نماید صورت انگیزی سون. این که ما دراز مدت هست و ما می بینیم خیلی وقت این جهان خلقت وجود دارد، از اولین انسانهایی و از اولین بشرهایی که به شکل کنونی متولد شدن و به دنیا آمده اند بیش از 60,000، 70,000 سال و بعضی تا 150,000 سال هم می گذرد، در حالی که حضرت آدم و حوا حدود 6,000 سال پیش در این جهان زندگی می کرده اند. وقتی که ما این موارد رو می بینیم و این صنعت عظیم بشریت رو می بینیم، نشان می دهد که این سن خیلی صورت انگیز است.
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعت است. یک بار میمیری و دوباره برمیگردی به زندگی، دوباره میمیری و رجوع میکنی. هر لحظه مبدأ و معادی وجود دارد. ما هر لحظه در قیامتیم. ما هر لحظه قیامت رو در خودمان مشاهده میکنیم. هر لحظه قیامتی در وجود ما به وجود میآید. تا اینکه گفتن وقتی که مردیم قیامت اصغر ما شروع میشود و وقتی که دوباره زنده شدیم آن قیامت اکبر دوباره به وجود می آید. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعت است. مصطفی فرمود دنیا ساعت است. دنیا ساعتون. پیغمبر فرمود که دنیا یک ساعته. یک ساعت یعنی چه؟ یعنی خیلی سریع می گذرد، خیلی سعی می کند و تلاش می کند که حرکت کند. هر دمی از وی همی آید الست، جوهر و اعراض می گردند هست. هر دم الست دوباره می رسد. آنجا که خدا فرمود الست رو به رب بکن. رب یعنی چه؟ خیلی نکته زیباییست می فرماید. رب یعنی چه؟ رب یعنی آن که ربوبیت دارد، پرورش می دهد. پرورش دادم هم منفهومش همین است که هر لحظه ما رو می میراند و زنده می کند. خداوند فرمود که الستو به ربکم قالو بلا، آیا من رب شما نیستم؟ همه گفتن بله. مولانا خیلی زیباست، میگوید که هر لحظه آن الست خداوند هست. هر لحظه که ما میمیریم و دوباره زنده میشویم، خداوند دوباره میفرماید الستو به ربک، الستو به ربک. آنجا آن بلا را باید من بگویم، بله تو رب من هستی. قالو بلا یک بار گفته شده در آن عالم الست و در عالم ازل. در ازل الازال و در پیشینه جهان یک بار همه گفته ایم قالو بلا، ولی و شهادت داده ایم، ولی باز هم هر لحظه آن الست برای ما تکرار می شود. چرا تکرار می شود؟ چون آن وقت خدا ما را آفرید و گفت که آیا من رب شما نیستم، اکنون نیز ما را می آفریند و حتما می پرسد که آیا من رب شما نیستم. هر دمی هر لحظه از وی همی آید الست، جوهر و اعراض می گردند هست. هم جواهر و هم اعراض که توضیح دادیم در جلسه قبل، همه اینها هست می شوند و دوباره جواهر و اعراض در نیستی می روند و دوباره جواهر و اعراض در هستی می آیند و این همچنان ادامه دارد. گویا حرکت سینوسی است که در جهان حاکم است و اگر تا زمانی که حرکت دیگری رو دانشمندان تبیین نکرده اند و برای ما معین نکرده اند، می توانیم بگوییم که حرکت این جهان سینوسی است، بالا می رود و پایین می رود و این همچنان در کل جهان ساری و جاری است. گر نمی آید بلی زیشان، ولی آمدنشان از عدم باشد بلی. خب میگه که خودش به خودش جواب میده. به قول علما دفع دخل مقدر میکند. آنچه را که ممکن است این سوال پیش بیاید جواب میدهد. میگوید خب ای مولانای جان، شما فرمودی که خداوند هر لحظه شما را میآفریند و هر لحظه میمیراند و دوباره میآفریند و هر لحظه که شما را میآفریند و ما را و جهان را میآفریند، میگوید الستا به رب بکن. آخه آیا من رب شما نیستم؟ ما آنجا جواب دادیم که قالو بلا. میگه پس من چرا بلا رو نمیشنوم؟ چرا این هر لحظه این بلی رو و بله رو و قبول کردن رو از اشیا، از حیوانات، جمادات، انسانها، نباتات نمیشنوم؟ جواب اون رو، گر نمی آید بلی زیشان، اگرچه از این جهانی که وجود دارد، از این سلولها، از این مولکولها و اتمها، از اینها بله نمیشه نویم، آمدنشان از عدم باشد بلا. این که از عدم به وجود آمدن، این خود بلا گفتن آنها هست، بلی گفتن آنها هست، این خود آری گفتن اینها هست. در وجود آدمی جان و روان میرسد از غیب چون آب روان. در وجود آدمی آن روح و روانی که وجود دارد چه میکند؟ از غیب میرسد. آن روح هر لحظه تازه می شود و هر لحظه روحی دیگر در ما دمیده می شود. و
همچنان که جسم ما عوض می شود، روح ما هم هر لحظه عوض می شود و هر لحظه خداوند یک روح دیگری رو در ما می دمد. صد هزار احوال آمد این چنین، باز سوی غیب رفتند ای امین. احوالاتی از عالم غیب آمدند به عالم شهود و از این عالم شهود دوباره در غیب رفتند و دوباره به شهود آمدند و دوباره در غیب رفتند و این حرکت همچنان ادامه دارد. حال هر روزی بدین مانند نی، همچنی اندر روش کش بند نی. شادی هر روز از نوعی دیگر، فکرت هر روز را دیگر اثر. میگوید هیچ حالی، حال هیچ روزی به روز دیگر ماننده نیست. هیچ وقت حال من با حال دیروز من، با حال چند ساعت قبل من یکی نیست. حال من متفاوت است. چه بفهمم که چگونه این حال من دگرگون می شود؟ می گوید که شادی تو هر روز از نوعی دیگر است. اگر شاد هستی، شادی تو هر روز از نوع دیگر است. ما وقتی یک بار شاد می شویم و یک بار هم قبلا شاد شده ایم، هیچ وقت شادی دوم مثل شادی اول نیست و آن شادی اول هم مثل ما قبل خود نیست و آن هم مثل ما قبل خود نیست. این نشان می دهد که حالات ما دگرگونه. غم های ما هم چنین است. غم های ما هم هیچ کدام مثل همان غم ها نیست. می گوید دلم گرفته است. خب وقتی دلتان گرفته است، دیروز هم گفتید دلم گرفته است. اینها با هم یکی هستند؟ اینها آیا در کنار همند؟ نه، اینها تفاوت فراوان دارند. مانند نی، نی یکیست ولی هیچ نی مانند نی دیگر نیست. گره هایش فرق میکند. ممکن است از هر نی یک صدایی در بیاید، ولی آنان که اهل فن هستند میدانند که از هیچ نی یک صدا بیرون نمی آید. یکی از دوستان ما بود که نی میساخت، می گفت که من خودم این رو، گوشش حساس بود، من خودم این رو واقعا درک می کنم که از هزاران نیی که می سازم هیچ کدام صدایش دقیقا شبیه آن یکی نیست. شاید شخص عامی این رو متوجه نشود، نتواند تشخیص دهد، اما هرگز چنین نیست. هیچ گرهی که بر هیچ قالی زده می شود مانند گره قبلی و گره های دیگر نیست. همچنان که هیچ اثر انگشتی از انسان ها مانند اثر انگشت دیگر انسان ها نیست. همچنان که چهره انسان ها مانند هیچ کدام نیست. چشم انسان ها هیچ کدام مانندان نیست. علاوه بر این که در مورد انسان ها تغییر می کند، در مورد خود انسان هم بسیار تغییر می کند.